چشمی بعدی کس به چشمی مستت نرسد، مای افتد و لبانی مای پرستت نرسد. مای من پیشی خدا همین مراد طلبم، مای بر قدیم مبارکت شکست نرسد. مای من پیشی خدا قدم شکوفتا در کود پاییتو، سر تا قدم شکوفتا در کود پاییتو، سر تا قدم شکوفتا در کود پاییتو. استاد عزیز، شما بسیار خوب سرود میخوانید استاد، لیکن اگر انسامبل سازمان دادنی باشد همراه استاد سعید قل و عباد الله نمیتونید شما انسامبل، برای که شما و یا سلوخ دارند بعد و یا حافظای کسبی هستند، ما و شما میتونیم انسامبل سازمان داد هر دومون. انسامبل ما به میتوند هاشم گدا وارد شود و هم بهترین هاشم گدا انا با امروز شریف زاده از آل ما انسامبل ما با میتونه شامل شود. انا استاد بهترینش هاشم گدا، بهترینش هاشم گدا، بعد استاد حسین نصیدین هم میتونن انسامبل ما با گزم وقتی میخواندن بابا یادینا میگفتن که ای وای به حال همه دایره چی، وای به حال همه دایره چی، برای همین ما با دایره چی از اون میکشن. انا شما میتونیم یک انسامبل خوب سازمان دهیم. خیلی در آینده این نقشه های خوب است، با امروز شریف زاده هم آماده باشید. و من یک شعری خودم خوانم استاد، یک شعری شما خوانم. کو چی بود؟ پس از ما شعری خودم است. کو پس از ما؟ پس از ما آدمی جای اون نیست، یکان چیز دیگه بخوان. خیلی شعری شما می خوانم باشد مثلا. این حالدان ها می دانند که چرا چرا از من شده است. خب تیغ سینا خوانم برای اینجا، فکر میکنم که طبیبا زیاد هستند، وارث های سینا. تو بسیار میدانی با چی هست؟ با دیگری شعر، شاعری شعر اگر هست. خب من خودم را کشته کشته، اینم شعر خودم هست. بدم این شاعری شعر اگر هست خوانم، شاعری شعر اگر، یا تیغ سینا خوانم. منم خیلی نه کوتاه هست، وریانت اولش دراز بود. برای وارث های سینا میخوانم به هر حال. منم خیلی زیاد در صحنه نبودم، برای چی خیلی زیاد از بسیار ها میدانند با سبب های هر خیلی من در صحنه نبودم، از صحنه دور بودم. امروز من این حالت اکنون میخوام از دست ندیم، خیلی شد نبودم با خیلی مخلصه از کجا میابم من دیگر. بعد دیگه نمیبین بود دیگه، بعد دیگه جواب صحنه در راه نمیتمرم، بعد برای همین مغزیت بسیار خلاه. یه اگر چند قصه بسیار میدونی وای هاشم گدا استاد در امریکا حملت تماشا کردن، آمدن گفتن که وای مزه نداشت حملت امریکا، بهترین حملت گفتن هاشم گدا بود. واقعا هنرمند بسیار خوب از امروز نه، اکنون جلدی حاضر 78 اثرهایش کار کرده استاد است. یک تا جلدی 43 بود چند چاپ شد. بعد من اون روز در خانه استاد چند اقتباس آوردم از استاد هاشم گدا. استاد با امروز شریف زاده میدانم یک مدت همکاری ها داشتیم، تحریر میکردیم نوشته های استاد هاشم گدا در شرح گردون. بعد چند اقتباس آوردم از جلدی 43 بود، جلدی 43 صفحه 798 از استاد هاشم گدا میگوید که آدم باید نغز باشد،
آدم باید نغز باشه. یک حکمتی بزرگ با یک جده گرشه. آدمی خوب نغز است. آدمی بد گنده است. گنده است. این از حکمت های بسیار این چخل این فکر کرده است. این بخدا این چقدر یعنی که خواندن در کار چقدر آموختن در کار زندگی که به این حکمت ها آدم برسد. جاروب میروبد. مثلا نمیخیل این خیل از همون نوشته های استاد هاشم گدا. بعد استاد بسیار معقول شده بود. خب برای واریس های سینا که در پیش روز سینا است، ماه 18 آگوست روز مولود سینا است، بر صورت نزدیک است. ترک و تازیم هر کجا دوای سینا میکنند، تا به بام شهرت اون نردبان پیدا کنند. لیک سینا نردبانش را به بامش برده است. ترک و تازی بر هدر این ترک تازی ها کند. از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و لیک بوی سینا می کند این خلق از دور قدیم. می توانی از زبان پیر و کمپیرش شنید، دست من نی، دست من نی، دست لقمان حکیم. بو علی را دوش این ملت به دهر آورده بود، چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر. انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز، در سری دست پدر خونشار از دست پدر. روم اگر از شاخ اسکندر فراموش کرد زود، در خراسان زخم تیغ شاخ دارش مانده بود. گر قتیبه از خراسان باز پس برگشت و رفت، در خراسان ریش های ذوالفقارش مانده بود. قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است. آن که می سوزد ولی از توده خاکسترش می کند پرواز، چون پرنده آتش پرست. آن که عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد، سوختن ناسوختن ایجاد اجداد من است. این بیت خدا. ساعت محمود صحرایی به سلطانی رسید، دست سینا تا به نبض نوح سامانی رسید. زیر دستش بلکه نبض نوح سامانی نبود، نامرتب نبض عصر خیشتن را می شمرد. عصر ترک و عصر تازی بود عصر بو علی، عصر شومی ترک تازی بود عصر بو علی. در تگی گرد سواران از وطن آواره گشت، عاقبت زندگی در گوشه زندان گذشت. ساعت چنگیز دیوار بخارا را شکست، در میانش تیر تیغ تیزی خونریزش به دست. خلق تاجیک، خلق تاجیک تیغ درمان بخش سینا را گرفت. تیغ درمان بخش سینا روی دنیا را گرفت. زنده باد. تشکر. زنده باد، زنده باد. در خانه شد؟ در خانه هر کس زنک در کار است.
در خانه هر کس زنک در کار است، یعنی که فرشته و ملک در کار است. در ساعت مرگ و ماتم در سر من یک خواهرک گریه کنک در کار است. صحنه برای قیام الدین. این از صحنه همه شد کنید. من بس کردم. استاد عزیز ما را همه صفتاش را روی صحنه گفتند، شعراش را خواندند، چی درد دارد، چی الم دارد. نیکی بزرگی استاد درمان است که در عشق و عاشقی هم همتا ندارد. همین روزی که واخری استاد بازار بارون یه سود کشید به تنفس بریده استاد است. و یک شب همین استاد از ملاقات های جوانیش در راه میاد که او کارهایی که به انجام نرسانده است زمزمه میکند که دین شب در زیر باران ره بره رفتم خیالی، بوسه های در لبت ناکشته را در زمین ها کشته رفتم، تا پیاپی از پی من قد قد ره لبلبی جو، بوسه روید همچه قاقو، بوسه روید همچه حلبو. استاد همه قد دهقانی هست که بوسه‌هاش همه جا میکره. همین استاد میرزا فضلی یک نقیزه کرده است که بعد بسیار معقول شد، چون که میرزا فضلی نقیزه نویسی را از من یاد گرفته است. او در این موضوع قریب که شاگرد است. این پگاهی بعد باران با خیالات پریشان، خیستم بر پشته رفتم پیش از نانیشته رفتم، 20 بوسه بر تو جانان در لبم بینهوده پینهان، از زنم آورده بودم کیش در هر جا نمودم، 6 تش را هر جا و هر سو، 2 تش را در لبی جو، نزد چشمه 7 دانه 1 تا در زیر دولانه، 4 تش در سایه ابر، جانکم کم تر بکن صبر، چون رسد فصل بهاران بوسه ها چون را و تاران، از زمین وقت براین نازکند و خوش اداین، چون روی بر لاله چینی بوسه هایم را ببینی، 1 تا 1 تا چون بچینی کشتشان کن زیر بینی. بازار بزرگ شعر آمد وطنش، خاصیت نیک دارد این آمدنش، ای هموطنان دیگر نمانید رود، اندیشه کنید بر نمکی هر سخنش. سخن با هنرمنداری ناحیه فیض‌آباد به خاطرشون. عذر میخواهم، جوانی ده بزن خطا میکنیم. حالت رسیده است که رئیس محترم بهترین رئیس ما رو که این خیلی محفل ها رو تشکیل کرد روی صحنه بخونیم. و سخن بر رئیس محترم. حب الوطن شمال ها فیض‌آباد، حب الوطن کلال ها فیض‌آباد، در هر قدم غزال چشم دیدم، حب الوطن غزال ها فیض‌آباد. عرض و سپاس و مینداری به پایان به استاد سخن، به شخصیت برجسته ملت، به چهره بلند فرهنگی استاد شیرین سخن و شهرت‌یار بازار صابر، که امروز آرمان ها و مقصد های اینه که این مردم شریف فیض‌آباد عزیز را پیاده گردند. اگرچند این مردم این سرزمین دیر باز انتظار این دیدار و این محفل و این صحبت شیرین استاد بودند. در همین حالت قدم مبارک یک و یک شما مهمانان عزیز را در پرتو قدم های مبارک استاد بار دیگر به فیض‌آباد عزیز خیر مقدم خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج سر
چون در درآمدگاه شهرکی فیض آباد آن دختران غزال چشم فیض آباد که هر یکی شما را خوش آمدید میگویند و در دست نان و نمک دارند آنجا با شاه بیت های شیرینی عجبیان بزرگ تجسم گشته است که به خانه عاشق درویش اگر مهمان رسد جانان کباب از دل نمک از دیده شیرینی ز جان باشد. این تالار، این محفل، این چهره ها، این سیمه های مبارک دیر باز انتظار چنین روزهای مقدس و مبارک بودند. راستی گپ نمیدونم چه کلمی نداری صدق و وفای خود را برای شما بیان کنم. در دایره آمادگی ها به جشن وحدت ملی ما چاره بینی زیاد در نظر داریم و امروز در عرفه عید وحدت ملی برگزار گشتن چنین محفل شعر و شاعری یک خاصیت، یک فالینگ دارد. بار دیگر افتخارانه استاد عزیز شما را خیر مقدم میگویم، خوش آمدید نوری دیده تاج سر. اگر چنده کی سالهای طولانی شما در غربت بودید، 20 ساله ها این یک عمر انسان است، با دهان آسان است این را افاده کردن، لیکن 20 سال رو هر یک دقیقه، هر یک ساعت، هر یک روزی وی رو از نزدیک تجسم کردن بی نهایت دشوار و مرکب است. لیکن در همه حالت ها شما با وطن بودید، با همین خلق بودید، افتخار ملی، درد ملی، حس ملی، هویت بلند ملی و وطن دوستی شما یگان درجه، یگان لحظه کاهش نیافت. بی وطن نیست کسی که کند یاد وطن، بی وطن نیست کسی که کند یاد وطن، در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است. استاد آرتیک قادر اینجا شعر زبان مادر رو بیشتر تجسم کردن و راستی گپ همه روزه این شعر ایدئال ملت تاجیک است. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زباندار است وطندار است و تا زباندار است بسیار است. و آفرین استاد عزیز، مقام و منزلت شما از این بلند باد. و راستی گپ میگویند که دستورخان از کباب خالی باشد بگذار باشد، اگر از قالین از جواهرات خالی باشد بگذار باشد، اگر از شراب خالی باشد بگذار باشد، اگر از دل، از مهر، از وفا خالی باشد بگذار نباشد، بگذار نباشد. این دستورخان معنوی که شما استاد قدردان، استاد بزرگوار امروز برای ما مخلصان و مردم شریف فیض آباد آراستید پر از غذاهای معنوی بود. اینجا مردم یک جهان تأثیرات نیک برداشتند و این چهره های بلند فرهنگی شما را پیروی کردند. بار دیگر صداقت انسانی نسبت شما، نسبت این ملت، نسبت این دیار را افاده کردند. من می خواهم اینجا بسیار پرگویی کردنی نیستم. اینجا استاد عزیز قیام الدین چخلف و برادران حضور دارند. ما درباره کودکی شما اینجا شعر خوندید و کودچه کودکی تیلای خود بسیار یاد آوردید. امروز ما خواستیم همین کودچه کودکی تیلای شما رو به شما برگردونیم و مردمی که شما گفتید که قشلاقه که دوری دوری بابای من، یادی خس و خار تو دلاسایی من، در کنده هر درخت تو نهان است یک کودچه کودکی تیلایی من. استاد عزیز بیایید و قبول کنید، بفرمایید. همین کودچه که استاد گم کردید، درست. شما فیض آباد را از فیض آباد تا ایلاک معرفی کردید. افتخاری فیض آباد عزیز، این شهری باستانی را، این دیاری باستانی را با نام وشکید بزرگ که تاریخ زیاد از 3000 ساله دارد معرفی کردید و حق دارید به این خرسندی ها، به این تحفه ها و همچنین یک برگی سبز از نام همین اهل تالار و مردم فیض آباد. اکا پوشونه استاد سایقل، من شما را به صحنه میخوانم، بیا میانی استاد بندید شما. استاد سایقل نه دستی استاد را گیرید، بیاید استاد دستی استاد را بگیرید.
اکی کامودین چیکار کردی؟ مرحبا دوستات. مرحبا. یعنی مرحبا. اپای نوزو کوجی بی بی. بیامی توکیر بسری استاد مونید. یک شاه بچه ای فیض آبادی آموده سوزیم. یعنی استاد یک شاه بچه ای فیض آبادی استاد. عروس دعوت کنیم مرامت اپای گلچهرا التیموس بیاید اپای گلچهرا بیاید مرامت از طرف دستی راست استاد ما اشکانی یک میخیزیم از جو با خاطر با افتخار افتاد با افتخار اپه گلچهرا گورکا گفتید می شیرین شود تشکر زیاد شاعر و شعر چو شعر و شاعری بازار نیست شاعر و شعر اگر باشد چو او بسیار نیست خوش آمده دوستان عزیز عزیز اینک نوبتی رسید که هنرمندان این قصر با شکوه که شما جمع آمدید برای استاد مهربان ما چند نامرهای شعرهای استاد را تیار کردن مرحمت روی صحنه حبیب اللهی میرزا شریع ابوبکر گلانوف Oh, my God.
خون
Manu